در مرکز شهر دوشنبه میدان دوستی در پلوی متصمم شد اسماعیل سومانی بلندترین طبق سومانک برنز بهرهمندوز از کمد افراخته است. بلندی سومانک 30 متر را تشکیل داده، پهنای طبق آن 16 متر را بربر میگیرد. طبق سومانک از 7 قبط عبارت است. هر قبط سومانک با نقش و نگار خاص منطقههای گوناگون جمهوری آراده میشود. در میدان مرکز پایتخت همچنین درختان پرگ و گلهای رنگارنگ و دیگر آرایشات نوروزی نصب گردیدند. بار اول است که بزرگترین طبق سومانک رمز بهار و نوروز با بلندی 30 متر در مرکز پایتخت تاجیکستان گذاشته میشود. حالا آرایشدهی میدان بخشیده به عید نوروز ادامه دارد. در درآمدگاه باغی به نام استاد رودکی نویشتجات نوروز 2020 نصب گردیده، همچنین به آن و دیگر موضع‌های موافق چراغ‌های سویتایدی وصل می‌گردد تا شامگاهان اینجا را منور و زیبا گردانند. یادآور می‌شویم که سال 2019 در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشگوی ملت محترم امام‌علی رحمان رمز جشن بین‌المللی نوروز و سال نو ملی تصدیق گردید. آن از یک طرف اتفاق رسمی تاجیکستان در اساس خلاصه‌های دانشمندان اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان آماده شده است. رمز مذکور ارچنگ‌نما بوده از 7 قبط عبارت می‌باشد. همه طبقه ها از دوره ها عبارت بوده، مضمون گردش فلک و کائنات را افاده می نمایند. هر دوره با نقش و نگار ملی آرایش داده شده است. در گردوگرد طبقه ها گلدوزی های گوناگون و در طبقه آخرین سومانک گل نوروزی چون نشانه احیای طبیعت گذاشته شده است. در اساس خلاصه های دانشمندان، مردم شناسان و فولکلور شناسان تاجیک و دیگر علمان حوزه نوروز از میان رمزهای نوروزی که از گلهای بویچیچک، سیاهپوش، لولا، گل زرد، شاخه درخت غنچه‌دار و پرنده های اساطیری سیمرغ و پرستوی بورتند. سومانک و گل نوروزی همچنین رمز استقبال جشن نوروزی بین‌المللی سال نو ملی و پاک آمد آمد بهار فریزبار در جمهوری قبول گردید. منبع سومانک و گل نوروزی همچون رمز ملی برای تجلیل سال نو ملی و نوروزی بین‌المللی استفاده خواهد گشت. دانشمندان بر آن عقیده‌اند که سومانک در همه منطقه‌های تاجیکستان معمول بوده، همچون رمز سرسبزی و خورمی در عرفه سال نو ملی و جشن نوروز آماده می شود. سومانک اینچنین افادگر پیدا شدن زمینداری و کشاورزی در میان قبیله های آریایی بوده، مناسبت و محبت دهقان را به گندم و رزق و روزی آدمک استفاده می نماید. در ظرفی گرد آماده کردن سومانک رمز کائنات و زمین بوده، جاویدانگی طبیعت و انسان را تصویر می سازد. بعد جهانی شدن عید نوروز، سازمان ملل متحد و یونسکو سومانک در کره زمین را با نویشتجات روز نوروز بین‌المللی همچون رمز نوروزی انتخاب کرده در شبکه‌های اجتماعی پهن نموده اند. طبق اطلاعی ریاست اطلاعات و رابطه‌های خارجی دستگاه رئیس شهر دوشنبه، از 1 مارس تا 20 اپریل به مناسبت جشن نوروز بین‌المللی تحت عنوان یرمرکه نوروز دوشنبه 2020 در پایتخت نمایشگاه بهاری هنرمندان برگزار می‌گردد. همه هنرمندان با خانه های چوبین که در خیابان رودکی جایگیر بوده، دارای آرایشات بهاری، استاندارد اروپایی، برق و آب می باشند، تامین می گردند. اینچنین همه روزه از جانب رسامان و استادان برای استعدادهای جوان درس‌های آموزشی گذرانیده می شوند. نمایشگاه همه روزه از ساعت 10 روز تا 23 شب ادامه می یابد. موافق معلومات مرکز ملی اتفاق هنرمندان، مقصد از برگزار نمودن یرمرکه مذکور در سطح بلند جشن گرفتن نوروز بین‌المللی و شناسایی با اثرهای هنرمندان، رسامان و کلاهبرداران داخلی و
خارجی می باشد. همساله ایدی نوروز در گوشه و کناری توجیکستان از جمله در شهر دوشنبه با محبت بیاندازه تجلیل می گردد. تشبسکارانی نمایشگاه تصمیم گرفتند که در خیابان رودکی یرمکه بهاری برگزار نمایند تا در آن ساکنان و مهمانان پایتخت و خارجیان جمع آمده از محصول دست هنرمندان توجیک برخوردار کنند.